دنبال این نرید که بریم یه کشیشی که یه خورده صحبت از امید و شادی و یه خورده جوک بیشتری بگه، یه خورده به ما امید فقط بده، نکنه صحبت از توبه کنه، نکنه صحبت از تقدیس کنه، نکنه یه موقع بر فرض سخت بگیره مسیحیت رو. نه نه نه، ما دنبال کسایی بریم که دنیا الان داره باش سازش میکنه، میگه همه راه ها به خدا میرسه. بعد رسول چرا میگی الله خدا نیست؟ چرا میگی الله بوته؟ چرا میگی همه میرن برای داوری؟ نه نه، این حرف رو نزنی، نمیتونی. اگر این گونه بود، اینو خدمتتون عرض کنم، هرگز 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 رسولان روی صلیب نمیرفت، هرگز هرگز یوحنا سرش بریده نمیشه، حتی یوحنا که مردش، پولس رسول سرش بریده نمیشه، تا یوحنا توی روغن داغ گذاشتنش. همه اینها، همه رسولان مستقیم و غیر مستقیم، با فرهنگ اشتباه، با مذهب دروغین و با دولت‌هایی که ظلم و ستم کردن مبارزه کردن. تاریخ این را ثابت میکنه، چون مجبور بودن در برابر خرافات که میستن، در برابر دولتی بیستن که خرافات رو داره ترویج میکنه، برای همین تبعید میشدن، برای همین به زندان میرفتن و برای همین بود که روی صلیب کشته شدن. اگر سازش کرده بودن با اون دولت‌ها، با اون قدرت‌ها، هیچ مشکلی نداشتن، چون سازش نکردن. امیدوارم این سرزمین به جایی برسه که کشیشا و شبانانی داشته باشه در آینده. امروز خیلی کم میبینم، من خیلی کم میبینم جایگاهی داشته باشه که در برابر آنچه که نرمش شده متاسفانه سازش نکنن، بیستن، مانند شبانان و کشیشهایی که در زمانی که کشور آمریکا تحت استعمار انگلیس بود، شبانان و کشیشها شلاخ خوردن، زندان رفتن، شکنجه شدن، اما دست از موعظه های بیدار کننده بر نداشتن و دست بر نداشتن. حتی امروز من از کلام خدا دارم میگم، از تاریخ آمریکا دارم صحبت میکنم. لطفا تحقیق کنید، تحقیق کنید، با تحقیق برید جلو. کشیش رسول چی گفت؟ چرا کشیش رسول میگه سرنگون با نظام اسلامی؟ از خودش داره میگه؟ آیا رسولان دیگه چگونه عمل کردن؟ من کاری ندارم شبانان دیگه میگن یا نمیگن، میخوام بگن میخوام نگن، من آنچه که کلام خدا میگه و روح القدس هست دارم میگم، که مردان خدا و زنان ایمان هرگز در برابر ظلم سرخم نکردن و ما هرگز خم نخواهیم کرد. هرگز. خوش به حال جمهوری اسلامی که من آمریکا هستم. این خودستایی نباشه. اگر در ایران مونده بودم 100% مجموعه ای رو مهیا میکردم، ایماندارا رو متحد میکردم در برابر کلیساهایی که بستن بیستن و سکوت نکنن تا کلیساها باز بشه. متاسفم که کشیشای دیگه این کارو نکردن، متاسفم براشون، متاسفم که به نوعی سازش کردن. مردان خدا هرگز سازش نمی کنن، با حکمت و با محبت عمل خواهند کرد، اما سازش هرگز نمی کنن. بفسوس بفسوس که امروز اگر کسی صحبت از دردمندی ایرانی ها و مشکلات و سختی ها میکنه، تو مارک سیاسی بهش میزنن، میگن شخص سیاسی شده دیگه، این کشیش سیاسیه، چون از درد مردم داره میگه. از زیر اون کاسه نیم کاسه چه خبره من نمیدونم، ولی ما سازش نمی کنیم. ما اعلام میکنیم در نام عیسی مسیح، خداوند این نظام اسلامی رو سرنگون کن. ما اعلام میکنیم پادشاهی تو رو میخوایم خداوند. ما اعلام خواهیم کرد که خداوند تو خدای حقیقی ایرانی هستی. الله خدا نیست، الله بوتی بیش نیست. ما به دنبال خدای حقیقی میریم و مردم ایران را تشویق میکنیم توبه کرده و به حکمت و خرد که از طرف خدا هست نیز ایمان بیارن و عمل کنن با آنچه که درست هست و عهدشون را وفادارانه بتونن بیستن.